به نام خداوند یکتا، هموطنان عزیز، ارجمندان گرامی، خانواده های نهایت محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. صبحتان بخیر باشه. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده صبح و زندگی هستین. شما همی لحظه بیننده گزارش ما به گونه زنده از پهلوی شفاخانه ملاله و یا هم قوای مرکز شهر کابل هستین. خدا کنه که شما امروز صبح را به خوبی آغاز کرده باشین و تا پایان روز با حوصله مندی کامل تمامش بکنین. زندگی است دیگه، یک روز یک رقم است، یک روز دیگر رقم است، یک روز آدم خوشخوی می باشه، یک روز بدخوی خطور داشته باشه خدا، اما بدخویی را یک چیز است که باز کمک پیشونی آدم تا بالا می باشه. و دیگام تا میگن حالا چی بیادر یک رقم خدا ترش گرفتی، ترش هم همون ماست، ترشه که باز یک قاشق میخوری که بیادر از همیجا که تکان میده. به هر صورتش با لبخند صبحتان همیشه آغاز بکنین، خیلی خوب است. و کسایی که در چهار طرفتان هستن یک سلام صبح بخیر با پیشانی باز بتین. کسایی که همی لحظه از خواب خستین و در پهلوی دسترخوان نشستین صبحانه میگیرین، صبحانه را کوشش بکنین مقوی بخورین. اگر نان خشک هم هست همون را زیاد بخورین، نده من صبحانه مقوی همی هست، اما یک گلاس چای شیرین که دو دانه نان بخوری قوی تر، شاش شکم سبکتر باز شوه، اصلا هیچ نان نخورین، میوه بخورین، خوب است برای صحتمندیتان. به هر صورتش ما پیشتر گفتم که در کجا هستم، به قوای مرکز هستم. خواستم در اولین گزارش امروز سر انجیر گپ بزنیم. انجیر یک میوه بسیار خوشمزه، یک میوه که فوایدش بسیار زیاد است. خب شاید بسیار تان معلومات داشته باشین، شاید هم کسایی که ندارن، بر شما میگم که چقدر فایده داره. اولش خب بر ما خیلی زیاد فایده داره، میگن برای مقوی ساختن موی، بر جلد بسیار فایده داره، میگن جلد شفاف نگاه میکنه و نمیمونه که چین و چروک داشته باشه یا چملک شه و اصطلاح هم یا نه. این در پهلویش از ضد سرطان است، بر قلب میگن فایده داره. خب فایده هایش خیلی زیاد است، اما اینجا که انجیرا ای را ماندن یا بگویم کشال کردن یا ویزان کردن، اینمی هم پیش ما سوال خلق شده که چطور ایره در هوای آزاد خاک مکروب ایرم پرسان خواد کردیم که اصل گپ چی است. خب باز بعضی ها انجیره و قسم جوشانده و خب به شکلهای متفاوت به طریقهای متفاوت استفاده میشه انجیر. السلام علیکم، صبح بخیر، چیال داری لالا؟ بخیری جان تان جور است؟ صبح بخیر، عاقبت بخیر، بخیر باشی. چای گرفتین؟ حالا چای گرفتیم، چای میخوریم دیگه. یک دانه گلاس بسیار چایک است، یک دانه گلاس دیگه بسیار کلان است، یک گلاس جوس است به فکر. والا این گلاس جوس است. مگم این بیخی بیلر وار است. والا خوبه که تم یک گلاس بخور آدم بس آدم بس اگر. هم یک تا بخور کتکی. جانا. بیادر اگر. اگر دو گلاس دکای چو چوال یک رقم اگر بگویم که مودام شده نشده همین گلاس های کلان، گلاس های کلان دستر کراچی ها، دستر کراچی ها که میخرن خصوصا پیش همین جوز فروش ها خفریم اونا دیگه مجبور هستن دمی ها بخورن چای. باز بخاطر که یگان قابلی چرب، یگان چای صبح چرب که زدی دیگه، باز اینمی دیگه هم یک دو دفعه پر کنی بزنی دیگه بس دیگه بس. ها والا مومم یک گلاس که تدی میخورم بس میکنم دیگه تا ساعت 10 11 بجه دیگه نمیخونم. بشک خدا کم نکنه، صبح خودتم بخیر لالا. قربان تام برادر، آرام باش. شکر بس خیرتی است. خیرتی آرام باشی، بخیر باشی. خب ششتنی کراچی مربوط یک نفر میشه، مربوط دو نفر؟ مربوط یک نفر. از خودت؟ از خودم بله. خب چقدر وقت است که به شفاخانه ملاله هستی اینجا؟ امکان است یک 14 سال شاید چوا 14 خود دینمی سر سرک 14 سال دمی سر سرک 14 سال چی میگه والا؟ آه والا خیلی قدر وقت حتما خی ما اومده میجا پیش گزارش داشتیم دیگه. آه یک بار دیگه هم اومده، یک گزارش دادیم، یک بار دیگه هم چندی بار اومده. بشه این تو بگو که بشناسیم. نه توکل با خود میشناسیم انشاءالله. اما قصه فکایی بار گفت که گفت خدا را مشنازی، گفت نه رفت آمد که نباشد. نه فرد خدا ما شما رفت آمد هم است. در میاییم شالا میبینیم بعد بارا و دیدیم میبینیم دیگه توکل به خدا. شکر که جور هستین. خب یک کمک پیشتر بیا، انجیر
همی انجیر با چیش فایده داره؟ چند فایده شخص من پیشتر گفتم برای بریندا؟ انجیر دیگه به هر تکلیفی که باشه فایده داره. یعنی نقصج نداره؟ نقصج نداره. انجیر در شیرنی باب انجیر نقص نداره، در ترشی باب لیمون نقص نداره. اینه میخواد دکتر صاحب ما میگه که به هر تکلیفی که باشه فایده داره، نقص نداره. حتی به شکر هم فایده داره. به شکر یعنی مضر است که کس میگه شیرینی نقص میکنه، مگر این نقص نمیکنه. این شیرینی طبیعی است. آه طبیعی است دیگه. ولی یک رقم چاکلیت ها یا کس اونو شیرینی های مصنوی است؟ اون مصنوی است. اگه دیگه چه دیگه چه طبیعی است. انجیر کجا است؟ انجیر قندار است. در وطن ما چند ولایت انجیر داره؟ یکی قندار داره، یکی همی ایراد داره که از عزوج خوش کرده نمیتونن خوش نمیشن. یه چی داره تاج قرغان داره. یعنی منطقه داره دیگه. در بعض مناطقه دیگه باز کم کم است دیگه. کم است اما خیلی به حساب چو همون رقم خورده میشه دیگه. به حساب چند تازه خوری میشه دیگه. به تو مردم خوش کرده نمیتونه. غیر مردم قندار دیگه کس نمیتونه خوش کرده. بخیر باشی. این دیگه دمو قندار خوش میشه باز از اموج خودت میاری یا از جای دیگه میاری؟ خودمون میاریم. قندار میریم از اموج میاریم. بخیر باشی. باز جالبی است که ایره در سر کراچی خو اونجا خواست. اونجا هم هست و دیگه اینه تو ایده چرا اینی رهن تو چی میکنن؟ جل میکنن چی میگن؟ جل میکنن اینی می چوب از ایک هست ای کدام رقم مواد داره که نمی خراب نمیشه. اینی می چوب از ایک هست ایره خراب نمیمونک شوان. یعنی که چوب انجیر جل محافظت میکنشن. خب یعنی نگاهش میکنن؟ نگاهش میکنن می چوب مثل یخچال واره. یخچال واره نمید یخ چوب ازی باز دیگه مخصوص خود انجیر است. مخصوص خود انجیر است که مردم خودشان جور میکنن، خودشان دمیتار میکنن و در مردم جور میکنن. باز ایارا که ایجا میمانی ای خاک و گرد و میکروب چیزایی نمیگیره یا چه رقمی؟ ای ششته میشه کسی که میخریره باید بشویه. باز انجیر صفا هم داریم. خب بازی کسی که میخره میشویه. یعنی که نشو کلم یک میکروب سرک است و بعد که پسند میگرد. باز خودت دو رقم داری دیگه؟ خود داخل چی هم هست؟ خود تو بگی از اوجه بکش که حالا من یک رقم خود من که نخورم من رقم دیدی دیگه یک آدم که شکمش هم دوست داشته باشه. اینی دیگه باز اینی باز چی هست؟ اینی که از باز فرق میکنه نه؟ میکروب و خواب و چیز ندارم منتو انجیر خودت ششتی دیگه؟ بله آه بله آه این رو پا کردیم صفا کردیم اینجا انداختیم شده. آه اینه این انجیر ششته لالای امینا هم تو هم پیشتر نگفتیم اگه گفتی هم من یادم رفت مامور ماموت ماموت بله ماموت جان گل این انجیر ششتگی است اما با تو بفهمیم که خام و پخته از چی رقم است بوده که در خوردن معلوم میشه یک کم رنگش هم تغییر داره رنگش یک کم سرخ است یا که سفید است مزیش زیاد شیرین می باشه پخته باشه یا نه کم تر خوب است بله ها شیرین تو یک دفعه نوشیدن کن معلوم میشه برات میخریم یک ذره همین کسی که تکلیف مستانه داشته باشه نه؟ فایده داره برش فایده داره؟ به مستانه، به گرده، میده، چربی خون، فشار، به بسیار چیزا فایده داره حتی به اعصاب هم میگنی فایده داره یک تا که دیگه شام من خوردم من چند مشکل دارم تکلیف مستانه، گرده، اینمی ها را کل شده دارم من شفا بته دیگه نمید از امی که بخرم کارم جور میشه توکل به خدا پیلو چنده؟ هیچ مشکل نیست با شما کافی نه دیگه بله. من دیوالی ما یک طرف نه با شما 400 حساب میکنم اگه نه با دیگه 500 میفروشیم با شما 400 خیلی یک نیم کیلو گک بده باز ما را طریقه شام بو که چه رقم حالا بگی خیلی طول کن یک چیز دیگه هم هست که سابقا کسی که تکلیف مثانه می داشت انجیر همراه شیر جوش می دادن اما تو راست نه ما بله. انجیر همراه شیر به حساب تقویه می خورن بس. خب تقویه است باز اگر تو مثلا کس تکلیف داشته باشه فردا مثلا دو تر کنه اما تو بخوره یا ده رقم بخوری فایده خدا میراتون یعنی باش که بخشتی اگر انجیر خوبش هم کشیدم از زیر پاکت بسیار اگر انجیر خوبش هستی از این انجیر خودم هم میخورم بسیار باز ما دیگه ما که اعتبار کردیم دیگه سرت دیگه خب بیاز و خوبش شو بکشی بیادر خب این یک نیم کیلو انجیر هم خریدیم این دیگه هم یک سه چهار ماه مرا بس خواد کنه از یا بخور کم کم نخور بدر که باز ما سودای ما شد از کجا شد بروک در چهار ماه بخور ایری که بخره دیگه
همین چند روز است که می گوشکی ما گم میکنم. ما چون باز حال چی شد اینی جا اومده. باش که به خاطر وقت بفهمیم که چقدر وقت داریم. به خاطر. خب انجیر خریدیم. خدا دیگه پیسش مشکل نیست. خدا کمت نکنه بیادر. سم سایی برای ما انجیر دادی و بدر یه نمیشه رقم گپه نیست خواهش میکنم خدا کمت نکنم اون که مراحت ما را کردی اونمو بیادر کلان گپ هست ایلی با خدا ما به خاطر که همی تکلیف دارم انشالله که خوب شم بخیرا ایلی با خدا سعیس برکت کنه از دست محمود جان گرفتیم انجیر خدا کنه جور شه بیله باش سعیس خداوند شفا بده بخیر باشی کیلو 400 و 4500 دیگه برای 400 و 4500 و 500 میفروشین دیگه از این جای باز کرا میتین نمیتین از جای همی نفرای امارات هست همی هایی که پارچه میتن همی ها در کراچی 50 رو روزانه میگیرن از ما روز 50 رو روز 50 رو میگیرن تقریبا دمای 15 ساعت میشه 15 ساعت میشه 14 سال هم اینجا هستی یک تخفیق مفیق برای میبین؟ والا نداد برای ما تخفیق اگر نیم موترار از موترار تقریبا حالا میگرن 30 رپا از ما اونو میگرن 50 رپا بازم دیگه چی؟ حالا خب یک ذره کم سیستم عواید از یاتر فعال ساختن به خاطر از این که همه گی از اقتصاد ضعیف مینالد اگر اونا اونام بیدر به خاطر که در خب خیر به خاطر از اینکه عواید زیاد جمع آوری شود به خاطر اقتصاد ضعیف ما اون یگان پلانک ها گرفتن دیگه بیا خیر باشه خب بیا خیر خب مقصد من میگم که باز پوره میشه توکل به خدا خدا میره بانسا به خیر باشید بسیار زیاد تشکر خب اینال به من نگفتی که من چرا قمیره بخورم اما تو رو بخورم میشه اما تو رو بخورم میشه اگر تو بسیار چی هست بو از ایچی دبین یک گلاس ها یک پنج شای جانش بندست ایچی دیگر بایدم صبحکی پیش ایچ پیش چای بخوره دیگه بشالا تک پدره میکنه پدره توکل به خدا بشالا مامون جان اگر بسیار زیاد تشکر قربانم بخیر باشی در کارت برکت کاکا خوب هستی؟ بیا در پالیم بیا همین کاکا همیجا یک چند قسطات شد خیر خوب هستی؟ یا ما را دوست داشت یا ما تو تماشا کرد این حال از خودش پرسان کنیم یک معرفی هم بگو خدا باز دلیلش هم بگو اسم فیزلا باشنده این کابل هستم دیگه با نومی دانه سایل میکنم من میشه تقیب میکنم خدا کنه که جور صدمند باشین امرای تخلیکارایت خدا کمتان نکنه همکارو از داخل استودیو کلگی میگه سلام از طرف ما برای کاکا برسان برای هم نامت فرق ما این است که خودت نام خدا تجربه زندگی را زیاد داری ما هنوز دیگه نمیگم که حالا پیر بگویم یا که انسال بگویم نخواهانه تجربه زندگی را زیاده خدا دل آدم از زنده داشته باشه زنده باشین شما خوب هستین بخیر باشین تشکر چی کاربار میکنی سر؟ والا دریور هستم نمیل کشار کابل از دریوری در این وقتا مچم که چیز والا تیل هم قیمت شده بسیار قیمت شده دیگه 92 روپا 90 روپا تیل هست دیگه میشه چیزی یعنی مردم هم وزش خراب هست دیگه تو کرا نمیتن دیگه کرا 30 روپا هم بسیار بجنجال میتن مردم هم یک ذره مشکل شده والا سه بخیر باشین بسیار تشکر انجیر خودتان آمدین بخرین یا ما بخرم این امر که اومده خدمت هست نباشین همین شما را دیدم بسیار خوش شدم برنامه تان رو میبینم بسیار خوب برنامه از تلویزیون آریانا خدا کمتان نکنه پیام گفتنی برای مردم ما دارین که امری آریانا در خدمتتان است زنده باشین با مردم این پیام دارین که بدر باید صبر خود چی کنن دیگه به حساب مردم ها بسیار وضعش خراب است دیگه مردمش افغانستان کوشش کنه بدر صبر و تحمل داشته باشه دیگه خدا مهربان است در افغانستان یک سال آرامی به کشور ما و شما ان شاء الله تشکر زنده خیر و سلامت باشید تشکر خدا حافظت خدا نگهدارتان سلام جان جو تازه رسیدی تازه رسیدی کجا بودی بیا که خیلی گپ تام بگیریم باز بریم طرف استودیو از خانه آمدیم طرف کار از خانه آمدی بله چیز خوردی در چای صبح راست بگو امی راست تا بگو کلگی میبینید امیال زنده مست بخش مستقیم کفته پخته بودیم شب صبح هم از امون خوردیم کفته پخته بودین باز حالا هم از امون خوردیم از امون خوردیم بله کفته پخته بودین اینال لجت به یک منطقه میمانه از طرف های کوتل و طرف از دلسپالی سر خوش قریه دکو به شک تصمه میگم ما از طرف های سمت شمال هستیم بسیار کم فرق میکنیم ما از گلبار هستیم خودت از سرای خوجه است بله بله اون طرف خشه های مام زیاد است کل ما شما بیادر هستیم به شک یعنی گفتم منطقه را گفتم اگر نه خب مردی ما یک افغان برادر سیز بخیر باشی بخیر باشی مگم کاش که میفهمیدیم که ما کفته را یک جای میخوردیم خب خیر میگه تا
از چیز که در خود تیار است، اگر میری در خدمتت هستیم. بیا که یک بغل کشی کنیم. شکر که جور هستی. همیشه کاروبار داری دیگه؟ ها، همیشه کراچی انجیر دارم. در کارت برکت. زنده باشی. کدام گفتنی به مردم داری؟ قربانه دیگه، گفتنی دیگه نداریم. خدا این وطن ما را آرام کنه. به شکل. سایر میکلان گپ. ها والا. زنده باشی. تشکر از شما که تا این لحظه بیننده گزارش شما به گونه زنده بودین از قوای مرکز. او راستی صبر کو که دقیقا اینجا انجیر ما یاد مرا. همه قنا میگی کمی انجیر بگی. ها؟ والا خدا کم نکنم. پیسام دادیم کالی ریجه نمونه. شوخی کردم. این انجیر که ما گرفتم بخیر بریم طرف استودیو صبح زندگی. میفهمین داخل استودیو چی گپ است؟ ما براتون میگم. داخل استودیو رئیس صاحب اتحادیه قالین فروشان دعوت کردن، اگر اشتباه نگفته باشم. رنگارنگ قالین در داخل استودیو انبار کردن یا اوار کردن بگوی مامیانه. مقصدم قیمت ها را پرسان بکنین از رئیس صاحب که اگر بتانیم کدام وقت بخریم. خال خالم از همون 20 سال پیش است، کنام شده، خال یک ذره اقتصادا ضعیف شده. مقصد خدا کنه که شما این بخش را ببینین از نرخ و نوای قالین، صادرات و وارداتش هم بفهمین که میشه نمیشه، و در پالوی ازی بفهمین که قیمت ها کجا رسیده. جمشید احمدی هم داخل استودیو با امیرای صاحب اتحادی قالین فروشا بس میکنه. این بخش هم شما بیننده باشین. در حال حاضرم شما و داخل استودیو.